سلام آماتان عزیزم، شام زیبایتان بخیر باشه. امیدوار هستم که خوب و خوش و خوشحال باشین و همین اکنون کنار فامیلایتان نشسته و بیننده برنامه خودتان یعنی برنامه آشپزی باشین. دوست عزیز، امروز میخوایم بر شما یک نوع برگر بسیار زیاد خوشمزه آماده بسازم. البته جمع از برگرهای فست فود میره دوست عزیز، قسمی که دوستای ما پیام مانده بودن و خواهش کردن که باید تصیح غذا رو برشان آماده کنم. امروز هم در تقسیم اوقات غذای ما گرفتم بر شما همتان عزیزم زنگر برگر آماده کنیم. بسیار یک برگر خوشمزه، یک برگر زودپز. البته موادش هم بسیار پیسه کم نیاز داره دوست عزیز، ما میتونیم با اندک پیسه البته باز 200 افغانی با مدت 6 الی 7 نفر بهترین زنگر برگر آماده بسازیم. و همچنان دوست عزیز، روغن قبلا ماندم که روغن خوب سعی داغ بیای، روغن ما استفاده کردیم. موادی که نیاز نماشد از زنگر برگر کاهوی چینی است که یک مقدار نیاز است. و همچنان در دیگ دوست عزیز، در دیگ ما ها به شلغم است یک مقدار، هارد گندم است، همچنان نان برگر است، گوشت سینه مرغ است، مرچ سیاه، سویا ساس، چلی ساس، همچنان گرم مسالا نیاز نماشه دوست عزیز که ما میخواییم یک دانه این غذای خوشمزه را. البته ما اودایش یک دانه برای شما معرفی بگیرم و آماده بسازم. و حالا نیاز از دوست عزیز که در شروع ما دستکشایم رو بپوشم و دست و کار شم. دوست عزیز، بیشتر زنگر برگر و یا هم چکن پیس که آماده میکنیم از یک مرغ واقعا نمی مواد اختشه مرچ خوب تر میسازه، ذائقهشه، طعمشه، برخصوص زنگر برگر دوست عزیز و یا هم برگر سوخاری. مرچ سرخ رول مهم بازی میکنه که واقعا طعمش بسیار زیاد خوب میسازه و من هم خواستم که در مصالحش بیشتر از مرچ سرخ استفاده کنم. دوستایی که مرچ خانگی و هم مرچ مساله دار در خانه دارن، دختی از این گوشت استفاده کنم. در گوشت بر زنگر که امروز آماده میکنیم بسیار زیاد خوشمزه میشه. و امروز به خاطر که همکارایم نام خدا کلشان برگر دوست دارن، خواستم که از مرچ سرخ خالص استفاده کنم. به خاطر که بیشتر اگر مرچ مساله دار استفاده کنیم دوست عزیز، دوستایی که صورت چند بخار می داشته باشه اونا باز نمیتونن که به شکل درستش نوشجان کنن و میگن که صورت ما بخار داره، بخارش بیشتر میشه. زیادی از مواد رستوران تاس دوست عزیز در مواد اختش چیز استفاده میشه که واقعا ما نمیفهمیم و بخار ما به جلد ما نقص می داشته باشه. چقدر خوب است که یک برنامه رو مکمل ببینیم دوست عزیز و بدانیم که چی چیزها به بخار ضرر است و چی چیزها خوب است به بخار. و امروز دوست عزیز گفتم که برگر زنگر آماده میکنیم و مواد لازمه شه به شما زینا معرفی رسانه. مرچ سرخ است دوست عزیز، فقط با مرچ سویا ساس فعلا نیاز داریم، با نمک امی اندازه سویا ساس کفایت میکنه دوست عزیز. یک مقدار گرم مساله میگیریم، واقعا گرم مساله هم رول سبسیدی رو بازی میکنه. باید از گرم مساله دخته گوشتش باشه دوستا، تمشه خوشمزه میسازه و یا هم یک نمک بسیار خوشبویی که داره و هم همین گرم مساله از دوست عزیز. یک قاشق قزاخوری نمک استفاده میکنیم دوستا. مواد را تمامش مخلوط میسازیم و همچنان روغن مایع مانده ایم دوستا بالای حرارت که خوب باید از داغ شود. همچنان حرارت را پخش مانده ایم دوستا تا که من یک مقدار کارایم پیش میبرم روغن هم آهسته آهسته داغ میشه. خب دوست عزیز، قسمی که گفتیم زنگر برگر از سینه مرغ استفاده میشه و حالا سینه مرغ برش میزنیم. به این شکل دوست عزیز سه پیس جور میکنیم. باید از قسمت های وسطش دوستا بزاد چربوگک هایش دوست نداره، میتونن کنها دور بسازن و اگر چربوگک هم دلایش باشه خیلی خوبش میه. و من امروز قسمت های چربوگک های سینه مرغ دور نمیسازم دوست عزیز، به خاطر که بسیار زیاد خوشمزه میسازه زنگر برگره. قسمت هایش دور میکنیم دوست عزیز. بسیار ساده مواد کاموده ساختیم دوست عزیز. مواد اخته دوستایی که میتونن از البته از مرغ مکمل هم به شکل چیکن پیس آماده بسازم. نمی شکل مواد اختهش دور جور میشه دوست عزیز و هم مرغ سخاری اگر جور میکنیم مواد اختهش به می شکل جور میشه. و همچنان زنگر برگر مواد اختهش هم اندازه است دوست عزیز، میتونیم با مواد بسیار زیاد کم اخته بسازه میشه. و اگر سوی اساس هم بعض از دوستایی هستن که در خانه داشت پس خانه نمی داشته باشن، اونا میتونن که از سه غوز سیر استفاده کنن، سیری از میکسر بکشن و به مدت 15 الی 20 دقیقه با جوش مانن شن. بعد میتونن که یک ساس بسیار زیاد خوب با آماده بخاطر اخته کردن زنگر برگر کنن. و حالا دوست عزیز مواد تمامش آماده بود،
گوشته به مدت 5 دقیقه الی 10 دقیقه میمونه مخته کرده به خاطر کمی سویا ساس و همچنان گرم مساله بسیار زیاد طعم گوشت خوب میسازه و باید است که گوشت مکمل به خود اخته بگیره. اینه دوستان میمونیم چند لحظه. دستکشم دور میکنم و روغنم فکر میکنم که کاملا داغ است. سر تخم پذیره میمونم و همچنان پند و سایز داخل نیاز ما میشه به خاطر که غذا را داداش میمونیم. حالا دستکش نیاز دارم. غذای فست فود دو سایز یگانه خوبی شیست که زیادی موادش آماده می باشه. قسمی که نان برگردین رولش و یا هم بعض از ساسایش است کامل است که دفتن 50 کارت خلاص میکنی و جور میکنی. و دیگه غذای اسپایسی که از دو سایز اون کم مشکل تر می باشه. من همیشه وقت در هر هفته یک روز روز بر شما فست فود، اسپایسی و هم غذای افغانی میگیرم. و امروز هم خواستیم دو سایز است که غذای آماده کنیم جمع از فست فود میره. خب دوستا من کارم در این قسمت شروع میکنم. در دیک یک مقدار آب شلغم است با آب خالی. اگر آب شلغم هم نباشه دوست عزیز فرق نمیکنه، با آب خالی هم میتونیم که آماده بسازیم. خب دوستان من باید دیگه در این قسمت بانم به خاطر که شما همتان عزیزم هم باید از ببینیم. خب گوشت نیاز نیست دوست عزیز، گوشت در یخچال میمونم. همچنان آرد پیش دستم میارم و دوباره رد روغن روشن میکنیم. دوستان چه خوب میشه در این بخش برنامه دوست عزیز یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم. در ادامه برنامه آشپزی همراهیتان خواهان هستم. در ادامه برنامه آشپزی تیم دوست عزیز بازم خوش آمدین و همچنان زنگر برگر دلا آماده شدن است که باید از یک پیس شده روغن اضافه کنیم. دوستا روغنم کاملا گرم است. یک بار گرفتیم دار دوست عزیز مخلوط کردیم و دوباره با آب شلغم دوباره بار، چون یک بار با آب شلغم کفایت میکنه. و همچنان یک عدد دیگهش باقی مونده دوستا ایرمین شکل بارد دوباره به این شکل دوست عزیز باید شکل جلی جلی رو به خود بگیره. باز مرد نیاز است. ظرفایی که نیاز نیست دوست ها است بهش دستم دور میکنم. سر میز من باید از پاک کنم دوستا. بازم یک مقدار دستمال کاغذی نیاز داریم. حرارت پخش میمونیم دوستا عزیز. اگر حرارت بلند نمیشه مغز گوشت کاملا آماده نمیشه. باید از حرارت پخش آماده شد. همچنان داشت دوست عزیز قبلا روشن کرده بودم و حال داشتم کاملا داغ است. داشت دوباره خاموش میکنیم. این رولا را یک قسمت ایش دوستا میخواییم که مواد بزنیم. دوستای ما میتونن با ساس ماینز هم البته ساس شو بزنن و همچنان اگر دوست ندارن میتونن ما را از کیچپ یا هم از چیلی ساس استفاده کنن. همین اندازه کفایت میکنه دوستان. ساس به این شکل در چهار اطراف دینرول دوستا تقسیم میکنیم. بسیار ساده. در این قسمت ایمانیم دوست عزیز بلورینگی نیاز داریم.
هم یک کفگیر. حالا تا باید از پخش کنیم دوستا تا که به شکل درستش آماده شود. به این قسمت میمانیم دوستا. بازم من یک جوره دستکش نیاز دارم. دوستایی که البته این غذا را میخواین بر نان شب یا هم نان چاشت آماده کنن، نمیتونم دفالش یک مقدار چپس هم آماده بسازن و خیلی با چپس خوشمزه‌تر و رنگین‌تر میه. و چون وقت برام کم دوست عزیز، من چپس آماده نکردم، چون ما کردن چپس خود بسیار زیاد ساده است. شما میتونین خانم عزیز در خانه هم یک مقدار چپس آماده بسازین. و حال دوست عزیز که هیچ نیدی نیاز داریم، باید پیش دستم بیارم. همین اندازه کفایت میکنه که هیچی نهی فنجان رومی. فنجان رومی همین اندازه کفایت میکنه دوستان. نمیارم دوستا تمام شب برش ساختیم و حالا یک عدد بادرنگ عین شکل ورق ورق برش میزنیم. دوست عزیز میریم نمای برگر به طرف داشت میبرم تا که یک مقدار گرم شود. تا که نمای برگر گرم شود یک وقت خواهی که خیلی کوتاه داریم در بخش بخیر آشپزی ما را فراموش نکنیم. در دامه برنامه آشپزیم دوست عزیز، بازم خوش آمدین و یک سلام خاص خدمت همون دوستک ما که تازه با ما پیوستن. امروز دوست عزیز میخواییم زنگر برگر آماده بسازیم. گوشتش آماده است و همچنان نانای برگر از داشت آوردم دوست عزیز. کاملا گرم و داغ است و حرارت هم خاموش میکنیم دوست عزیز، چون گوشت کاملا آماده است. و حالا از سبزیجات استفاده میکنیم دوستان، گاهای چینایی. فنجان رومی دوستا. بادرنگم دوستا در چهار اطرافش به شکل میچینیم. خب یک مقدار نمک دوستا ترکاری ما رو میزنیم. اگر پنیر دوست دارین دوست عزیز، شما میتونین پنیرهای ورقی، پنیر برگر هم اضافه کنین و هم اگر پنیر دوست ندارین میتونین به شکل ساده آماده بسازین. و حالا فهمیدم کنم که گوشت برگر تمام آماده است.
بازم یک سرفک نیاز داریم دوستا به خاطر تزیین. خب متن عزیزم، ای هم بود غذای امروز که تقدیم شما نازنین کردم. خدا کنه که از برنامه لذت برده باشین دوست عزیز. تا فردا که با غذای جدید نیم ساعت مهمان خانه‌تون میشم. همتون رو بلای پاک و بی‌نیاز امانت میکنم. شاد و خرم باشین. خداوند یارو نگهدارتون.